İranın Xarici İşlər Naziri Dr. Muhammed Cavad Zərifin Rusiyaya rəsmi səfəri başladı. Səfər zamanı o, Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov və bir neçə siyasi və ictimai xadimlərlə görüşəcək və onlarla iki tərəfli, regional və beynəlxalq münasibətlərlə yanaşı müxtəlif məsələləri müzakirə edəcəklər. Bismillahirrahmanirrahim. ما بعد از انتخاب آقای دکتر روحانی با یک سیاست پیگیری روابط با فدراسیون روسیه به عنوان یک رابطه راهبردی و رابطه جدی به عنوان همسایه و کشوری که در سطح بین‌المللی داره مواضع مشترک قابل توجهی هستیم حرکت ویژه‌ای رو با روسیه شروع کردیم دو دور مذاکره رؤسای جمهور در فاصله یک سال گذشته و همینطور تحولات عمده‌ای که در روابط دو کشور در زمینه‌های مختلف صورت گرفته ضرورت رایزنی‌های مستمر بین دو کشور رو ایجاد کرده و ما در طول ماه‌های گذشته رفت آمدهای فراوانی بین مقامات دو کشور داشتیم امروز هم من برای یک سفر کوتاه کاری به مسکو آمدم تا یک ملاقات کاری با آقای لاوروف داشته باشم بحث هایی که ما در این ملاقات داریم خب بحث هسته‌ای خواهد بود به خاطر اینکه روسیه هم یکی از اعضای مهم پنج به اضافه یک هست هم عضوی است از پنج به اضافه یک جمهوری اسلامی با ایران با اون ارتباطات گسترده در حوزه فناوری هسته‌ای داره و همکاری‌های قابل توجهی ما با روسیه داریم و این همکاری‌ها در یک افق رو به گسترش هم هست به خاطر اینکه ما مشغول گفتگو با فدراسیون روسیه برای احداث نیروگاه‌های جدید و سایر همکاری‌های هسته‌ای دو جانبه هستیم به همین دلیل موضوع هسته‌ای و نحوه پیگیری موضوع هسته‌ای و حل و فصلش در قالب پنج به اضافه یکی از بحث‌هایی که ما با طرف روسی خواهیم داشت و می‌خوایم یه خورده این گفتگوها و رایزنی های ما با روس ها اکنون که ما رسیدیم به مرحله نهایی گسترده تر باشه گرچه در طول مذاکرات پنج به اضافه یک با معاون وزیر خارجه روسیه که به عنوان مسئول هیئت روسی در مذاکرات شرکت میکرده همکاران من همکاری تنگاتنگ و نزدیکی داشتن همینطور موضوعات منطقه‌ای یکی از موضوعات مهمیه که ما و فدراسیون روسیه دیدگاه های بسیار نزدیکی داریم خطر افراط همه منطقه ما رو تهدید میکنه و وضعیت در عراق، وضعیت در سوریه، وضعیت در افغانستان اینا همه مواردیه که ایران و روسیه مواضع نزدیک به هم داشتن و همکاری نسبتاً خوب و گسترده‌ای بین ما در طول ماه‌ها و سال‌های گذشته در این زمینه‌ها وجود داشته که با توجه به گسترده‌تر شدن خطر پدیده افراط و داعش در منطقه ما نیاز هست که این همکاری‌ها حتی گسترده‌تر از گذشته هم بشه. روابط دو جانبه همونطور که گفتم رو به گسترش بوده همکاری‌های اقتصادی دو جانبه، همکاری در زمینه انرژی، همکاری در زمینه انرژی هسته‌ای و هم سایر همکاری‌هایی که در هفته‌ها و ماه‌های گذشته شاهد تبلور جدی‌تر اون در روابط دو جانبه بودیم اینها هم موضوعیه که ما میتوانیم راجع به اون صحبت بکنیم به هر حال مجموعه ای از مطالب مربوط به روابط دو جانبه منطقه و موضوع هسته‌ای مسائلی هستن که در گفتگوهای فردا و تقریبا امروز با آقای لاوروف دنبال خواهیم خیال معزن سحر بین الحق تلویزیاسی مسکو